بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان، انشالله که جور و صحتمند باشین. در خدمتتان هستیم و در ایام ماه محرم قرار داریم و باز هم فرارسیدن ایام ماه محرم را خدمت تمام مسلمانان جهان و شما عزیزان تسلیت عرض می دارم. قسمی که در برنامه قبلی بر شما عزیزان گفتیم که در روزهای محرم و در ویژه برنامه‌های محرمی قرار است که ما و شما در مورد پیام‌ها و درس‌های قیام حضرت امام حسین علیه السلام همگی ما و شما در کنار هم معلومات پیدا کنیم. و در برنامه قبلی که در مورد توکل بر خداوند متعال که یکی از پیام‌های قیام حضرت امام حسین علیه السلام بود برای شما عزیزان معلومات دادیم، و در برنامه امروز هم قرار است که در مورد ایثار و فداکاری که یکی دیگر از پیام‌های قیام حضرت امام حسین علیه السلام هست، در مورد این موضوع قرار است که در برنامه امروز همگی ما شما در کنار هم معلومات پیدا کنیم. خب دوستان عزیز، آیا شما عزیزان میفهمین که ایثار و فداکاری به چه معنا؟ بله دوستان عزیز، ما شما وقتی نام از ایثار و فداکاری را میشنویم حتما معانی خاص و معانی های خاص در ذهن ما میآید. و در برنامه امروز ما بر شما عزیزان زیادتر میگم در مورد ایثار و فداکاری. خب دوستان، ایثار و فداکاری به معنای ای است که یعنی بر رفتارها و اقداماتی اشاره میکنه یا به رفتارهایی میگیم که فرد منفعت خودش را، راحتی خودش را، آرامی خودش را ترجیح بده به آرامی مردم، یعنی از آرامی و منفعت خود بگذره به خاطری که دیگران راحت باشه. همانند حضرت امام حسین علیه السلام به خاطر زنده نگه داشتن دین مبین اسلام خودش را، خانواده ایش را فدا کرد. و حضرت امام حسین علیه السلام میتونه مثال بارز باشه از پیام ایثار و فداکاری. و همچنان دوستان، اگر ما بخوایم تنها ایثار را ما معنی کنیم، ایثار به معنای ای که ما منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح بدیم، یعنی فردی که فداکار است و ایثار و فداکاری در خودش داره راحتی دیگران را دوست داره، حتی اگر راحتی خودش، یعنی از راحتی خود بگذره و راحتی دیگران را به وجود بیاره. و دوستان عزیز، اگر ما بخوایم بیشتر در مورد ایثار و فداکاری بفهمیم، و مثال‌های زیادی هست در ایثار و فداکاری، یعنی بزرگترین نمونهش در خانه‌های ما است، خانواده، پدر و مادر ما که چقدر مهربان هستند و همیشه دوست دارن که فرزندشان آرام باشه، فرزندشان راحت باشه، فرزندشان آسوده باشه، حتی اگر خودشان نارام باشه، حتی اگر خودشان آسوده نباشه. یعنی این میتونه بزرگترین نمونه ایثار و فداکاری باشه. همگی ما میبینیم که مادر جان ما چقدر ما را دوست داره. پدر جان ما وقتی از خانه میبرایه و میره زحمت میکشه، تلاش میکنه به خاطر ای که برای ما و شما همه چیز را مهیا بسازه، نان خوردن را مهیا بسازه، لباس برای ما بخره. و این نمونه های بزرگی از ایثار و فداکاری است که ما شما بیشتر ایثار و فداکاری را درک کنیم. و همچنان دوستان عزیز، نمونه های دیگر هم هست، مثل معلم ما، معلمان ما که میریم از حوصله خودشان، از معلومات خودشان با ما شریک میسازن، برای ما یاد میتن و خودشان را فدا میکنن تا دیگران سطح علم و دانششان بالا بره. ای بود از نمونه های کسانی که واقعا فداکار هستن و ایثار و فداکاری را در وجودشان دارن. و همچنان دوستان عزیز و نازنین، ما گفتیم که از قیام حضرت امام حسین علیه السلام هم از بزرگترین پیامهایش در پیام یا درس ایثار و فداکاری است که حضرت امام حسین علیه السلام به خاطر زنده نگه داشتن نام اسلام، به خاطر زنده نگه داشتن دین مبین اسلام خودش را فدا کرد، خانواده ایش را فدا کرد، فرزندانش را فدا کرد تا اجازه نده که بعضیا دین مبین اسلام را یک گونه دیگه تعریف کنن. پس دوستان عزیز،
ما و شما هم باید همیشه در زندگی خود تا توان داریم به دیگران کمک کنیم. بعضی وقتا میبینیم بعضیا خیلی نیاز به کمک دارن، کوشش کنیم که فداکار باشیم، کوشش کنیم که از حضرت امام حسین علیه السلام الگوگیری کنیم که امام سوم ما هست. خب دوستان عزیز و نازنین، در مورد این موضوع صحبت کردیم و در بخش بعدی برنامه هم در خدمت شما عزیزان میباشم و قرار است داستان بر شما در مورد ایثار و فداکاری در بخش بعدی برنامه بگم. با برنامه خودتان همراه باشین. خوش آمدین دوستان باز هم به برنامه خودتان و باز هم فرارسیدن ماه محرم را خدمت تمام شما عزیزان تسلیت عرض می دارم و انشالله که از این ماه بهترین استفاده ها را بکنیم. خب دوستان عزیز، در مورد ایثار و فداکاری صحبت کردیم. کموتوم همگی ما شما فهمیدیم که ایثار و فداکاری به چه نوع کار میگن و ایثار و فداکاری حضرت امام حسین علیه السلام را هم همگی ما شما فهمیدیم و همگی ما در ذهن ما هست که حضرت امام حسین علیه السلام چگونه ایثار و فداکاری خودش را بر ما نشان داد. خب دوستان عزیز، داستان‌های زیاده هست در مورد ایثار و فداکاری. یک داستان خیلی خوب را بر شما عزیزان قرار است که تعریف کنم. میگه یک پرنده بوده که در یک جنگل بسیار زیبا، در یک جنگلی که درختان بسیار بزرگی داشته، در اونجا زندگی میکرده. در کجای جنگل زندگی میکرده؟ در جایی که بلندترین درخت در اونجا وجود داشته و در بلندترین جا هم این پرنده بر خودش خانه ساخته بوده. این پرنده یک عیب داشته. عیبش چی بوده؟ عیبش این بوده که فراموشکار بوده، یعنی خیلی چیزا از پیشش، یعنی یادش میرفته، حتی آدرس خانه خودش، حتی جایی که در اونجا زندگی میکرده. میگه یک روزی تصمیم میگیره که به خاطر دیدن دوست خود راهی یک جایی شوه، یا بره از خانه خود حرکت کنه، بره به طرف خانه دوست خود که از او احوال بگیره. میگه پرنده زیبای ما از خانه خودش حرکت میکنه، از جنگل و از محل زندگی خودش بسیار دور میشه. وقتی دور میشه، خب چون فراموشکار بوده و همه چی از یادش میرفته، در نصف را یا در وسط را که رسیده، خانه دوستش فراموشش شده، یادش نمونده که خب خانه دوست ما کجا هست. خب دوباره منصرف میشه، میگه خب من نمیرم پیش دوستم. دوباره وقتی پس برمیگرده، میبینه که حتی آدرس خانه خودش هم فراموشش شده. خب پرنده ما میره، خسته میشه و در بالای یک خانه منشینه، یعنی خستگی خود را رفع کنه. میگه در امو حالتی که نشسته بودم، یک آدم را میبینه که به طرف این پرنده میه. پرنده هم میترسه، به خاطر اینکه شکارش نکنه عاجل به آسمان پرواز میکنه. وقتی که پرواز میکنه، او آدم برش صدا میکنه، خب بیا ما برات دانه آوردیم، ما برات آب آوردیم که تو را کمک کنم. پرنده دوباره میاد در جای خودش میشینه و آب و دانه را میخوره و در کنار او آدم خودش راحت احساس میکنه و مشکل خود را برای او آدم میگه. خب او فردم تصمیم میگیره که پرنده را کمک کنه. چگونه کمکش میکنه؟ همراه پرنده میره به جای خیلی دور، میره در جایی که جنگل بسیار بزرگی است و بالاخره خانه پرنده را پیدا میکنه و نجاتش میده و کمکش میکنه. خب دوستان عزیز، این داستان را همگی ما شنیدیم. حالا وقتی ما شنیدیم، ما باید از هر داستانی یک نتیجه بگیریم. ما چی نتیجه ای را از این داستان میگیریم؟ این نتیجه را میگیریم که او فرد از وقت خودش، از کار خودش، از راحتی خودش گذشت، گفت من میخواییم که این پرنده را کمک کنم و بالاخره رفت پرنده را کمک کرد. یعنی این میشه یک نمونه از ایثار و فداکاری که نتیجه خوب را انشالله که از این داستان و این حکایت همگی ما و شما گرفته باشیم و نتیجه‌ش هم که من برای شما عزیزان گفتم. پس ما هم دوستان عزیز کوشش کنیم که بیشتر به دیگران کمک کنیم. اگر یک وقتی میبینیم که
خیلی یک کسی است، یک دوست ما است، برای ما ضرورت داره، ما از وقت خود، از راحتی خود بگذریم و کوشش کنیم که ایثار و فداکاری در وجود خودمان داشته باشیم. همچنان دوستان عزیز و نازنین، در مورد ایثار و فداکاری برای شما عزیزان گفتم، امیدوارم شما خوبان هم از صحبت‌های بنده چیز را یاد گرفته باشین و همچنان همگی ما به یاد ما باشه که بزرگترین درس یا بزرگترین درسی که ما از قیام حضرت امام حسین علیه السلام میگیریم، پیام یا درس ایثار و فداکاری است که حضرت امام حسین علیه السلام بر ما یاد داد که ایثار و فداکاری چگونه هست. خب دوستان عزیز و نازنین، همکارا اشاره دارن که وقت ما تمام هست، در بخش بعدی برنامه همکاران ما هستن که داستان بر شما عزیزان، یعنی داستان روز دوم ماه محرم رو بر شما عزیزان میگن. جایی نرین، با برنامه خودتان همراه باشین و ما را تنها نمانید.